همه چیز از نقطه شروع می شود. در سال 2011 میلادی، اعتراضات مردمی در کشور سوریه با مداخله خارجی، تبلیغات رسانه‌ای و مسلح شدن برخی گروه‌های مخالف حکومت مرکزی منجر به جنگ داخلی و برهم خوردن امنیت و آوارگی هزاران نفر از مردم سوریه شد. پس از تداوم درگیری‌های داخلی در سال 2013 میلادی، داعش با پرچم اسلام، شعار آزادی و رفاه وارد سرزمین سوریه شد. برخی از مردم به دنبال رهایی از ناامنی و دستیابی به آزادی با داعش همراهی کردند. داعش پس از استقرار پرده از چهره تکفیری خود برانداخته و قوانین ظالمانه و غیر انسانی خود را حاکم می‌کند. شما را ندیدم تا حالا. آره، تازه وارد دولت خلیفه شدم. من بیمارستان رو سیدم. انبار مهماتشون هنوز که هنوزی داره میسوزه. میبینی چه قوقایی شده؟ یکی از ایست بازرسی رد شده، رفته انبار مهمات، کامل منفجرش کرده، نگهبان رو کشته، اومده تو شهر رو باعث شده آبروی ما پیش مفتی. تو ورودی شهریم نیروهات رو کشته پیدا کردی. وسایل و امکانات برای شما تهیه شده، در سریع ترین زمان ممکن سلاح ها رو میخوام. دارم مریم رو میبینم، میرم بیارمش. مریم، آره، از یه نفر اومده بود پیش ما. سونه ای که همواره جنسان بود و میخواست. گفت سالی 5 میلیون بوده. کامیونا الان دست کیه؟ داعشی. پدرت با یه قاچاقچی صحبت کرده. اون میاردت بیرون، مطمئن باش. باید گلو نرستنش ده. بعدی هم نیاز به خون داره. سلام علیکم ام اودی، چه صبح قشنگی شد. من که قشنگی نمیبینم.
قشنگ یه صبح اینه که مرد خروسخون که از خونش میاد بیرون همسایه‌های خوب و مهربونشو ببینه. شاعرانه، اگه با اودی کار داری صبح زود با پسرت رفته، خدا ما را از شر تو پسرت نجات. آخه خطای من چیه؟ چی کار کردم که اینقدر از من بدت میاد؟ چی کار کردی؟ صبح تا شب تو گوش این پسر خر من میخونی، شر رو بهش خیر نشون میدی، خیر و شر میندازیش به جون مردم، فکر میکنه کاری که داری میکنه واجبه. آخ، حالا بیکار نشستم دلت خنک شد؟ کدوم کار آخه؟ خونه مردم کلفته کنی؟ وقتی میتونی راحت بشینی تو خونه خودتو مثل خانما زندگی کنی؟ این بهتر از تمیز کردن خونه مردم نیست؟ ابو سعد، دو سال پیش این موضوع رو مطرح کردی، همون موقع هم جواب گرفتی. حالا خودت میری یا کار رو که اودی با جابر کرد بکنم؟ خوش اومدی. اعوذ بالله من الشیطان. پیره مرد پور رو چندش توفه جونواری ها. یالا را بیاین، شماها برای چی وایسادین؟ قوی باش ماریه، کمکش کنین سوار ماشین بشه تا شیخ عصبانی نشده. سریع تر را بیاین. اینجا برای کسی که استخر بزرگ دوست داره خیلی خوبه، اما با دقت که نگاه کنیم از اونجا یه تک تیرانداز میتونه هر کدوم از نیروهامونو بزنه. از اون یکی ساختمون با یه آرپیچی میشه کل ماشینامونو فرستاد هوا. چرا ظاهر اینجا رو انتخاب کرده نمیدونم. بهتر زودتر از اینجا بریم، زنم هر لحظه ممکنه زایمان کنه. اینجا به جای لحظه یه آرامش و اصابمو به هم میریزه. امر امر شماست شیخ. نباید می آمدیم اینجا، این شهر هنوز آماده نیست. باید بیشتر دقت می کردیم ابو یاسر. ظاهر رو برای این کار انتخاب کردیم، اما نمی دونم می تونه از پسش بر بیاد. شما نگران نباشین، همه چیز تحت کنترله انشاءالله. تحت کنترله؟ با این اتفاقا؟ قرار بود این منطقه رو بگیرم تا دروازه فتح شام باشه. راستی یکی بود که می گفتی یه قابله می شناسه؟ همون که ارتشی حکومت سابق بود. میشه بهش اعتماد کرد؟ بعد سپردم یه نفر بررسی کنه. چی دارن میگن؟ حرفشون تموم نمیشه؟ فقط برای یه خونه؟ چرا از خونه خوشش نیومد؟ چرا خوشش نیومده؟ خاک بر سر جفتشون. باشه. خیلی افسرده شده، خیلی تو خودشه. چشه؟ البته میشه حد زد. چیه قضیهش چیه؟ میدونم چشه. آه یه بودی که دلش براش تنگ شده. شادی شادی جان، بگو داستان چیه. شادی شادمون کن دیگه. این دروغو باور نکنی. من دروغوام انت. بس شادی جان من بگو کیه. داداش خراسه کنم. خب یکیو دوست دارم. آره نمیدونم چطوری باهاش رفتار کنم. عاشق یکی شدم، من یکی رو دوست دارم، عاشق شدم، سرگردونم، هزار بار بهش گفتم چیکار کنه، گوش نمی کنه، هر جور راحت یاره داره. مسخره بازی تموم شو. شد یه بار یه حرف جدی بزنم. آره بزن بفرما. آره بچه ها اون دختر رو دوست دارم، ولی فکر نمی کردم دوست داشتن اینقدر رنج داشته باشه. وقتی می بینم داره میاد یوهو قلبم تون تون می زنه و زبونم به لکنت می افته. شبا خوابم نمی بره. اون دفعه بهش تلفن زدم جواب نداد، سریع قطع کردم. به خدا نمی دونم چی کار کنم. مردم نگاه می کنم فکر می کنم من دیوونم.
همه عشقش چه کرده با دل من که سوزنده همه بال و پر من غم عشقش چه کرده با دل من که سوزنده همه بال و پر من غم عشقش چه کرده با دل من حبیبی دختبیبی خونه شهردار مناسب حضرت مفتی نیست. میخوام حجت رو بر شما تمام کنم اما مشکلی حل نمیشه. البته با روشی که ما در پیش گرفتیم ابو یونس، فقط چند روز ما اینجاییم، برای همین شهر کامل آزاد نشده. شیخ هیچ مشکلی نداشت، انگار ابو یاسر قبلا بهش گفته تو با تمام شهر مسلط شدی. اما الان فهمیدیم افراد یوسف آزاسی کلن قتل عام شدن، بیمارستان هم هنوز تسلیم نشده، انبار مهمات منفجر شده، امارت مفتی قطعا امنیت نداره. میدونی اگه خدای ناخواسته برای شیخ اتفاقی بیفته چه بلایی سرمون میاد؟ میدونم فقط مسئله زمانه، به شهر مسلط میشیم. باده اون ظاهر نیست؟ دست تو بیار پایین. آخی چند شده؟ من که چیزی نگفتم. چی؟ اونجا وایسا مگه چیه؟ برو بگو منم خارج دارم. برو. من؟ خودت چرا نمیری پیش؟ عجب آدمیام. حساب ابو یاسر رو میرسم به وقتش. سلام علیکم برادر ظاهر. برادر ابو یونس. چی میخوای؟ اگه ممکنه یه جای خلوت با هم صحبت کنیم. باشه برای بعد، برو. من باید با تون صحبت. زبون نفهمی؟ گم شو. بیزاشتی حتی اول حرفشو بزنه. بعدم بذارین حداقل صبح از دست خدا بیفته بعد. امر علیک. خوب شد که من اینجا گیر افتادم. سلام. این مرا جابر. کار مهمی باید دارم. قرارمون این بود هر وقت با هم کار داری قبلش بهم زنگ بزنی. میدونم ولی مجبور شدم دیگه، نمیتونم بشینم یه جا دست رو دست بذارم. مخلص کلام، نگهداری اون بچه کار من نیست، خونم نمیشه تنهاش گذاشت. منم نمیتونم، موندم چی کار کنم؟ این بچه تا صبح گریه میکنه، حتی یه ساعت هم نداشت چش رو هم بذاریم. نبیرم که توی دنیای دیگه سهر میکنه، بد جور بیتابه خواهرش، هیچ خبری هم از بیمارستان نمیاد. خدا میدونه خواهرش زنده است یا. شما خبر جدیدی از بیمارستان نداری؟ به نظرت امیدی هست؟ امید که همیشه هست. سلام. السلام. من میگم یعنی فرمانده. سلام علیکم برادر گرامی. جانم برادر، امری داشتیم؟ به دستور دولت خلافت آمدیم کپسولا رو جمع کنیم. کپسولای گاز؟ کپسولای گاز. بله، کپسولای گاز رو میخوایم برای جهاد با کفار. علیه کفار. احسنت بر شما، واقعا آفرین. حالا چند تا کپسول میخوای؟
خیلی لازم داریم. خیلی. دو تا. فقط طبقه بالاس اجازه دارم برم؟ خب باشه. برو. نه 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 اصلا لازم نیست، اجازه بدین منم تو سوابه شرکت کنم. تا شما برین کپسولای همسایه رو جمع کنین من اونا رو براتون میارم. خدا خیرت دهد. رسید از چطا ببری؟ چه میدونم تو چند تا میتونی بلند کنی؟ دو تا چهار تا بیار. نه چهار تا نه، من فقط یکی. سه تا بیار، سه تا فقط. ویسا چرا یکی؟ من فرماندم. کجا؟ بیا حرف اضافه هم نزن. از من چی میخواد؟ یه نفر میخواد زایمان کنه. را بیافرم حرف زیادی هم نزن. دنیا پر از پزشک. گفتم را بیاف. باشه برم کیفمو بیارم. بیاین ببینم اینجا چی کار میکنی؟ اومدیم کپسولای گازو ببریم. اگه نگفتم کسی اینجا نیاد. گمشین ببینم. گمشین. همین. اینجا دستشویی دارین؟ اینجاست. بفرمایید. چه خوب. این که باز نمیشه. ببخشید خرابه. نمیدونم چه شگاهی گیر میکنه. باید درستش کنم. خب زودتر درستش کن دیگه. میخوایم بشکنمش. نه 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 خلاص. ممنون. همین که بی درد سر کپسولاتو دادی خودش خیلی کافی. وظیفه هممونه تو جنگ با کفار شرکت کنیم. خدا خیرت دهد آقا. خدا خیرت دهد. یالا بریم. فقط همین دوتاست؟ آره فقط دوتاست. خدا خیرت دهد. بفرما. یالا میشناختیش؟ آره پسر همون یکی میاد خونه رو برات تمیز میکنه. تو مادر یه داعشی رو برداشتی و بردی خونه یه امنیتی رو تمیز کنه؟ اون موقع داعشی نبود، تازه مادرش مثل خودش نیست. بینم کن. من باید هر چه زودتر از اینجا برم. این بیفکریه تو آخرش کار میده دستی. اونقدرام که فکر میکنی خطرناک نیست. خطرناک نبود که اینجوری قایم شدی. نه جابر به جای این که الکی حرف بزنی مغزتو به کار بنداز، دنبال یه خونه امن دیگه برای من باش. عمرن بدون خانواده سری بهت شک میکنم. من هر چی میکشم از دست تو. اینم میندازی گردن من؟ خب باید زن و بچه داشته باشی دیگه. جابر تو واقعا به چیزی جز خودت هم فکر میکنی؟ آره اگه بچه پیش تو باشه به نفع جفتمونه. خیلی خب پس بعد به فکر وقتی باشی که من کار دارم و نیستم. باشه یکی رو پیدا میکنم وقتی نیستی نگهش داره. موافقی؟ آره خوبه. فقط نداریم به من اعتماد کن. اصلا هم نترس. من برم بچه رو بیارم. کجا؟ مگه ندید اونا بیرونن؟ بایستا برم بعدن. برم به درک انشالله. پس یه قهوه میخوریم دیگه. قهوه نداریم. چای مینوشی؟ باشه چای مینوشم. معلومه چای از قهوه بیشتر دوست داری. به خاطر تو اصلا خودم دم میکنم. ممنون. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر ظاهر کجا؟ اینجا نیست ولی یه ساعت دیگه جلسه داره. ممنون. بریم. وایسا کجا؟ چی کجا؟ شنیدی که برادر گفت یه ساعت دیگه؟ گفت جلسه یه ساعت دیگه است. باید زودتر بیاد دیگه. خب حالا تا کی میخوای اینجا منتظرش وایسی؟ تا مرگ. تنهایی بمیر. من نمیخوام بمیرم. بله هیچی. احمق
انتظار میارزه. موضوع ماشین. جون تو؟ بله، جابر میخواد برای ماشین بخره. جابر؟ این تویی که همش ثابت میکنی احمقی رفیق. اون جابری که من میشناسم ماشین که هیچی، موتور و دوچرخه برات نمیخره. ولمون کن بابا، حوصله داری؟ آخه مگه دست خودشه؟ پس دست کیه؟ برادرا بقیه حرفاتونو بیرون بزنی. همینو میخواستی مالک؟ هرچی میگه بی خوده. تو کل شرخونه از این بهتر برای مفتی نیست، ولی ابو یاسر میخواد خودشو مطرح کنه. مقام و قدرت کورش کرده. فارس، من به ابو یاسر اعتماد ندارم. داری به ابو یاسر تهمت میزنی؟ ابو یاسر از اولین مهاجرینه، امکان نداره نفوذی دولت باشه. ای پسر بیا اینجا. چه میخوای؟ حقیقتش من فقط میخواستم خدمتتون اطلاع بدم که اوضاع شهر چطوره ظاهر؟ اهالی شهر از کفار هستن، خیلی مقاومت کردن، اما خدا رو شکر آزادش کردیم. البته با کمک یکی از افسران شهر. بله، حقیقتاً کمک اون افسران برای ما مؤثر بود. شیخ، ما جنگو قدرتمند شروع کردیم. روس دارم نتونستید بگیرید. اونجا رو به زودی میگیریم. انبار مهمات هم محافظت نشد. کار کی بوده؟ کار یکی از نظامیای ساکن شهره. دستور دادم بگیرن، چن انشالله امروز اون قائلم تموم میشه. خوبه برادران عزیزم، بنابر صحبت‌های ظاهر به زودی انشالله امروز یا فردا اخبار خوبی خواهیم شنید. خب، من این جلسه رو برگزار کردم که اگر مسئله‌ای بینمون هست حل کنیم تا به توافق برسیم، چون نهایتاً هدف ما یکیه. همه ما از یک سرچشمه آمدیم و البته طریق هدایت و حق رو برگزیدیم. الحمدلله. به زودی انشاءالله جلسه مهم و سرنوشت سازی برگزار میشه با تعدادی از نمایندگان که از طرف غربی ها هستند و در خیلی جاها به ما کمک کردن، چه در رسانه ها، چه در مال و چه در سلاح. حتی بعضی اوقات برای ما عکس های ماهواره‌ای میفرستادن که بتونیم در میدان درگیری های بزرگمون پیروز بشیم. در این جلسه سرنوشت ساز مهم اینه که به اونها ثابت کنیم ما لیاقت این پشتیبانی رو داریم و ایزن لیاقت اعتمادی که به ما کردن. اگه بتونیم اینو نشون بدیم به پشتیبانیمون ادامه میدن و ما به بالاترین آرزوی خودمون میرسیم، یعنی آزادی سوریه از چنگ این دولت کافر و هم پیمانانش. ما و اونها منافع مشترک داریم. با تکیه بر این جلسه معلوم میشه که اونها پشتیبان ما میمونن و آیا باز هم سلاح ما رو تأمین میکنن، که خیلی مهمه. ما باید به اونها ثابت کنیم که اعتماد به نفس داریم و میتونیم در هر درگیری و جنگی پیروز بشیم. رفقا، مهماتمون داره تموم میشه. با صدفان حرف زدیم، گفت صبح بهشون اطلاع داده، ممکنه بتونن برامون مهمات هلیبورد کنن. فکر نکنم به هلیبورد نیاز بشه. منظورت؟ یکی از دوستام خبر داد که ارتش انبار مهماتو ترکونده، مثل اینکه داعشی‌ها خیلی ترسیدن. تو اینو از کجا میدونی؟ گفتم که دوستم میگفت، گفت داعشی‌ها حسابی شوکه شدن. دوستان باید از این فرصت خوب استفاده کرد. خب، یعنی چه جوری؟ منظورم اینه که یه کاری کنیم پای داعش اصلاً به اینجا نرسه. محمد تا ارتش نیروهاشو نفرسه هیچ کاری نمیشه کرد. ما اینجا محاصریم، همه راه ها بسته است. خب چجوری میتونن نیرو بفرستن؟ با هواپیما. تو برای چی اومدی اینجا؟ خب معلی براتون یک کم مناقیش فرستادی.
خب اگه ناراحتی برش میگردونم. نه بده بخوریمش، چقدر با نمکی تو. رفقا باید یه کاری بکنیم، نشینیم دست به دست بذاریم. فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم الا اینکه دور همین مراقیش خوشمزه ام علی رو بخوریم. خدا حفظش کنه. بسم الله. بفرما. همونطور که همتون میدونید در جنگ و درگیری مهمترین چیز نیروی انسانی است، یعنی باید دنبال جوانانی بگردیم و اونها رو جذب خودمون کنیم. یا حضرت شیخ، تعداد زیادی جوانان مستعد هستند که به ما و راهمون ایمان دارن. مطمئنم اگه صحبتهای شما رو بشنون صف در صف جذب ما میشن. ابو یاسر، قرارشو بذار تا به زودی در نماز جمعه با جوانان شهر صحبت کنی. چشم. با ابو یونس، از امروز محلی رو مشخص کن که از هر جهت واجد شرایط و امکانات لازم باشه و امنم باشه. به هر نیرو هم ماهی $3,000 بده. دست از خصاصت و تظاهر به تنگ دستی بردار. یا شیخ، ما بیشتر از پول به مهمات و نیروهای ورزیده نظامی نیاز داریم. قرار بود برای کمک چچنیا رو بفرستید که بازم به دست کفار نابود بشن؟ برای گرفتن بیمارستان نیاز به نیروهای نظامی ورزیده تری داریم. یعنی ما یگانهای چچنی رو بفرستیم تا یه بیمارستان رو که چند تا زخمی ازش محافظت میکنن بگیرن؟ ظاهر انگار یه چیزایی رو فراموش کردی. یادت میاد من بهت گفتم نیروهای چچنی برای ما ارزش زیادی دارن؟ درسته مستقیم نگفتم، اما گفتم براشون محلی با امکانات درست، راحت و امن برای سکونت در نظر بگیری. اونا نیروی انسانی بسیار مهمی هستن، کسانی که از وطنشون مهاجرت کردن و اومدن اینجا با ما در جهاد مشارکت کنن. نباید تو هر موقعیتی بفرستیمشون وسط. ما هر پیروزی بزرگی داشتیم اونا در خط مقدم بودن. چشم شیخ، چشم. به همین دلیل نباید در هر زمان و مکانی بندازیمشون تو آتش. دولت خلافت مستدام. مستدام. تحمل کن عزیزم، یکم دیگه. سبا سری اینا رو برام بیار، یکم هم آب گرم کن، زایمانش ممکنه سخت باشه. سب کن، بذار یه چیزای دیگه هم به اینا اضافه کنم. سری برو، معطل نکن. برو دیگه، چرا وایستادی؟ چی کار میکنی؟ فقط بگو اسم این چیه. جاسم. جاسم کی؟ اسم ماریه. خیلی خوب، برو زود باش. ماریه عزیزم، ببین وضعیت بدیه، باید کمکم کنی تا بچه رو سالم به دنیا بیاریم. باشه. سبا، سبا. شما کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ زنای شیخ. با من کار داشتی؟ اینا کی هستن؟ زنهای مفتی. چی میخوای؟ برای گرفتن بیمارستان بیشتر از مهمات به اطلاعات نیاز داریم. از قدیم هم گفتن فهم و سوال نصف الجواب. وارث، چند نفر تو بیمارستان هم؟ نمیدونم. نمیدونی؟ خیلی عجیبه که نمیدونی. یعنی هیچ اطلاعاتی راجع به تعداد نفرات، تسلیحات و باقی مونده آب و غذاشون نداریم؟ تلاش کردید که بفهمید؟ خواستیم وارد بیمارستان بشیم ولی نتونستیم. نیاز به ورود نبود. پس چطور میفهمیدیم؟ اونایی که از بیمارستان خارج شدن، میتونستین آمار رو از اونا بگیرین. این کارو کردین؟ نتونستیم. همشون کشته شدن. چرا کشته شدن؟ کشته شدن چون تعداد زیادی از مجاهدین ما شهید شدن. باید انتقام میگرفتیم. این رسم ماست.
کشتن هر کسی که به مجاهد دولت خلافت دست درازی کنه. یعنی تنها منبع اطلاعاتیتون رو کشتی؟ ابو زبیر رو کشته بودم. برادر ظاهر رو میگی؟ بله، برادر ظاهر. پس موضوع انتقام بود. تنها منبع اطلاعاتیتون رو به دلیل انتقام کشتین. بشین، بشین. بدون اجازه من کسی حق خروج نداره. خیلی ها میتونستن کمک کنن قائله بیمارستان سریع تر حل بشه، اما با بی تدبیریتون ردشون کرد. ابو یونس، اسم یکیو بگو، اسم یکی فقط. هدی. جناب شیخ، این جوان از مجاهدین جدید ماست، بچه مؤمن و فعالیه، نقشه خوبی هم داره برای کسب اطلاعات از بیمارستان. اون میخواد برای خروج از بیمارستان اماننامه ببره برای تمام مردمی که تو بیمارستان هستن. با این ترفند میتونه بفهمه داخل بیمارستان چه خبره، چقدر سلاح دارن و تا کی میتونن مقاومت کنن. خداوند مجاهدین ما را علیه این کفار هر جا که هستن پیروز گرداند. آمین. یا شیخ، چند روز این جوان میخواد همینها رو به برادرانمون ظاهر و فارس بگه، اما اجازه نمیدن. جوانان ستون دولت خلافت هستن، باید به نظراتشون خوب توجه کنیم، ببینیم چی میگم. بسم الله بگین. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طبق جدیدترین اخبار، مفتی داعش وارد شهر شده و با توجه به ورودش قرار تحرکاتی انجام بشه. دشمن مشغول جذب جوانای شهر شده. تک تکشون رو دارن شستشوی مغزی میدن. درست نیست بیشتر از این دست رو دست بذاریم و شاهد تباهیشون باشیم. ما داریم تحرکاتشون رو دقیقاً رصد میکنیم. منتظر تکمیل شدن گزارش‌های حبیبی. انشالله. زمنان جنرال، بیمارستان هم اوضاع خوبی نداره. دو تا از تکتیراندازاشون شهید شدن، فقط یکیشون مونده. چی شد امیر؟ چی شد عزیزم؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خداوند تبارک و تعالی در کتاب مجید می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند و آنچرا خدا و فرستادش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدین به دین حق نمی گردند، کارزار کنید تا آنکه باخاری به دست خود جزیه دهند. باید با مخالفین دین حق به جنگیم. و دین حق کدام است؟ که همان اسلام حقیقی است.
پرسشگری برخواسته میپرسد: آیا بر ماست که جهاد کنیم ای شیخ؟ بله، جهاد البته بر شما واجب است. آیا صریح‌تر و واضح‌تر از فعل امر بجنگید وجود دارد؟ سپس پرسشگر دیگری میپرسد: اگر آن کفار جزیه ندادن چه؟ خونشان، اموالشان و هرچه و هر که به آنان مربوط است برای شما مجاهدان حلال می باشد. کلام خدا را نشنیده اید که فرمود: در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای این که بهشت برای آنان باشد خریده است. همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند، این وعده حق است در تورات و انجیل و قرآن. خدا وعده داده است که همانا اگر بر کفار پیروز شوید، اموال کافران، زنان و دخترانشان از آن شماست، و اگر در راه او کشته شوید، پاداش شما بهشت است. کدام عاقلی، کدام آدم عاقلی است که این معامله با خدایش را نپذیرد؟ به خدا ای برادران، همانا که هزار سال عبادت و هزار سال کسب علم با یک ساعت جهاد برابر نخواهد بود. همانا پیروزی از آن مجاهدان است. مغفرت می طلبم از خدا برای خودم و شما. و سلام علیکم. الهی. امیر، کنعان کجاست؟ درو باز گذاشتی؟ یا خدا بیرون نرفته باشه. تو کجا میای؟ برو ببین، شاید تو خونه باشه. یعنی اصلا خودش هم نمیدونه چی میخواد بگه. بشکستم برده حسابی. یه بچه ندیم؟ نه. نفت در پسه وقت برسه به ترکیه. قاچاق ابو جلال. خدمته. کار خواهرتو درست کرده، بیاد بیرون. درش میارم، ولی خرج داره. چقدر میخوای آقا بوده؟ 50,000 تو. 50,000 دیره؟ 50,000 دلار. دلار؟ من لحظه شماری میکنم که از اینجا میرم بیرون. نگفتم نباید اینجا بشینه؟ چون دکتره. میدونم که دکتر احمق. لیبی، نفوذی‌های دولتی اونجا رو آماده باش بریم فوراً. ایدهات همیشه جهنمی زاهد. جانم حبیب، من برق ندارم. خودم میام درستش میکنم. خیلی خوب، پس عجله کن، یه ساعت دیگه من رفت آمد. السماء كمل درب خير.
قسم قسم ظهر العدا مهما اعتلوا بكاف الودا ما بيلحقوا كتاف الجبل قصت وصارت أيدوا يلي بقوا استشهدوا زلزل عرش لا تهبل وان ما الكفر مكرورها نرمي المدى بعصف اللهب أرض الغضب نحن الغضب صدق الوعد فينا انجبى نسر السماء لما ارتمى غاب ومكر ليل العامة خفى ونطر مد السماء كمل درب خير العمل محور بتالب بندنا قاسم قسم بندنا